جهان در ساحت نه طاق مینا چو خشخاشی است اندر سطح دریا. نگر تا تو در آن خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. بینندگان ارجمند، این سومین برنامه است که در زمینه دو جهان متضاد، جهان بسیار بسیار بزرگ بالا، اصطلاحاً ما میگیم بالا، وگرنه در عالم هستی بالا پایینی وجود نداره، و جهان کوچکتر یا جهان بسیار بسیار ریز که فقط با زبان فیزیک کوانتوم میشه با اون گفتگو کرد و رفتار کرد. برای شناخت شما بینندگان که به هر حال دانستن هر چیزی، اون هم فضایی که درش زندگی میکنید، بهترین کسی رو که ممکن بود بیابیم پروفسور مرتضی عبیانه بود. ازشون خواهش کردم، ایشون استاد دانشگاهی در سوئد هستند و با مهربانی تشریف آوردند و 5 جلسه ما با ایشون سخن خواهیم گفت و بسیار هم دشواره به زبان ساده این مسائل رو برای هممیهنان و بینندگان بگویی. خوش آمدید جناب دکتر عبیانه، بار سوم این برنامه سوم ما خواهد بود. سپاسگزارم. درود بر شما. من خیلی خوشحالم که در خدمت دوست عزیز دکتر ناصر انقطاع هستم و گمون کنم که سوالاتی هستش که آقای دکتر ناصر انقطاع شاید بخواییم مطرح بکنیم که بعد بله. آقای پروفسور، من خیلی سخت میکوشم که با همه روشنگویی شما و ساده‌گویی شما تجسم کنم جهان عظیم بالا رو. این است که برخی از پرسش‌ها که برام اندازه تا اندازه نامفهومه یادداشت کردم که از شما بپرسم. شما در مورد بلک هول گفتید جاذبه اینقدر شدیده که همه چی رو جذب میکنه، حتی نور رو، و این نور رو انحنا میده، بنابراین قدرت جاذبه زیاده. خب این بلک هول با آدم چی کار میکنه؟ فرض میکنیم دیگه در جهان بالا، فرض میکنیم که یک انسانی میاد نزدیکی های این قول آسمانی رد میشه، چه حالتی برش دست میده؟ چش. پس با اجازه من اینجا شروع بکنم. اول به دوستان عزیز که شاید گوش نکرده باشن این توضیح رو بدم که بلک هول که الان اینجا من در صفحه نشون میدم، این یک بلک هولی هستش که در گالکسی و یا کهکشان M87 هستش و این بلک هول قدرت 140 میلیون برابر بیشتر از خورشید قدرت کشش داره. پس قدرت کششش بسیار بسیار بالا هستش و این قدرت کششی که اینقدر زیاد هستش، سوال دوست عزیز دکتر انقطاع این هستش که ما اگه نزدیکش بریم چی میشه. فقط اول باید قبل از اینکه اون رو تجسم بکنیم، میبینیم که ما اگه نزدیک وارد جو زمین که بشیم، خب به طرف زمین پرتاب بشیم و از بین میریم. وقتی که بخوایم نزدیک خورشید بشیم، خب دیگه وضع خیلی خیلی خرابتره. وقتی که راجع به بلک هول صحبت میکنیم، من نظریه هایی که دانشمندا دادن، نظریه خودم رو در اینجا میگم با زبانی بسیار ساده، ببینم که میتونم این رو بیان بکنم یا نه. خب این جناب پروفسور، من یه چیزی به خاطرم رسید. این بلک هول قدرت جذبش در چه فاصله ای غیر قابل کنترل میشه برای اونا که از کنارش هستن؟ چقدر سوال به جایی هستش. واقعا درود بر شما که چنان تخیلاتی رو در ذهنتون دارین و همیشه
هر کاری هر صحبتی که میکنین پر از اندیشه هستش. خواهش میکنم. این رو من اینجا یک کامپیوتر سیمیولیشن یعنی با کامپیوتر این رو درست کردن که نشون میدم که این اینجا در این بلک هولی که اینجا نشون داده میشه قدرت کششش قرار بوده 10 برابر خورشید باشه و این اطراف میبینین که چجوری فضای اطراف انحنا پیدا کرده. این و وسط این اون قسمت سیاه اون بلک هول هستش. حالا برای اینکه ببینیم که اولا این جواب این که در تا کجا آدم میتونه بره و بتونه فرار بکنه یا سفینه میتونه بره و بتونه فرار بکنه، من این رو از طریق عمودی که بهش نگاه بکنین، البته باید بدونیم که این سطح صفحه‌ای که اینجا من نشون میدم این سطح سبودی هستش حداقل. بله. و فضای پیرامون، این فضای پیرامون، بله، این فضایی هستش که همون فضای سبودی هستش که ما درش زندگی بکنیم. در خارج اون ما نمیتونیم زندگی بکنیم چون اون کشش ما رو میکشه. اما اینجا ما فقط باید در نظر بگیریم که در این سطح داریم حرکت میکنیم، داریم به طرف بلک هول میریم. در اینجا یک قسمتی هستش که اسمش هست، من فکر کنم افق به فارسی بهتونم بگم، نمیدونم چه ترجمه ای کردن، اما ایونت هورایزن هستش. هورایزن افق دیگه، افق. بعد این هورایزن که افق هستش، اگر ما هنوز به این هورایزن نرسیده باشیم، روی این سطح داریم میریم، اما هنوز به این هورایزن نرسیده باشیم میتونیم که فرار بکنیم. اما وقتی که به این هورایزن رسیدیم دیگه نابودی ما و کشیدن ما به داخل بلک هول حتمی هستش. این بلک هول یک، البته توضیح های مختلفی هستش، ولی اگر فقط بلک هولی وجود داشته باشه و چیز دیگه اون طرفش نباشه، یعنی فقط بعد 4 باشه اون طرفش، این نقطه‌ای که اینجا هستش رو بهش سینگولاریتی میگن، درست مثل همون بیگ بنگه. این نقطه‌ای هستش که بسیار کوچیک هستش و اینقدر کوچیک هستش که حالا که این تئوری بین اینشتین تئوری نسبیت استفاده میشه، در اون نقطه تمام این تئوری‌ها به هم میخوره، چون اونجا کوانتوم مکانیک هم باید بیاد تو کار. بله. و هنوز این کوانتوم مکانیک رو در سینگولاریتی، در اون نقطه کوچیک که بال کوانتوم هستش، به قوانین اینشتین نتونستن وصل بکنن و وصل نشده. اما من یک صحبتی بعداً در کوانتوم مکانیک راجع به این نظریه خودم خواهم گفتش. پس این مرکز حفره سیاه هستش، این افقی هستش که سوال شما بود که دیگه بلده. از اون فرار نیستش دیگه نمیشه حتی نمونه فرار کنم. این ما جای خود اینجا مثلا میتونیم در نظر بگیریم که این مثلا یک دریایی باشه که در اینجا کشتی ها تا این قسمت ها میتونن بیان، نزدیک این گرداب بشه، این گرداب وقتی به این از اینجا رد بشه این گرداب دیگه کارشون ساخته هستش. حالا سوالی ده که اگه ما برسیم به اینجا به نزدیک اینجا چه اتفاقی میفته. اگه ما برسیم به نزدیک اینجا و از این ایونت هورایزن بخوایم بگذاریم، از این افق، در اینجا انقدر شدید هستش این کشش که زمان خیلی خیلی آهسته میشه، به طوری که برای ما وامیسته. مثلا اگه شما این آقا رو تماشا بکنید یا کشتی رو تماشا بکنید که داره نزدیک اینجا میره، این خودش همینجوری که رسید اونجا رفته تو، شکی نیستش. بله بله. اما از دید ما هنوز دیده میشه، هنوز اونجا وایستده و دیگه تو هم نمیره. این عجیبه، به خاطر اینه که کشش زمان رو کم میکنه و این کشش اگر محاسبه اینشتین نبودش ما نمیتونستیم که درک بکنیم و بتونیم نویگیتر داشته باشیم. بله. که بتونه این آدرس رو قشنگ به ما بده، چون نوری که میخواد بیاد اینجا از اون موقعی که شروع میکنه به اومدن تا اینجا، اونجا با ساعت اونجا میخواد بیاد پایین، اینجا با ساعت اینجا،
اون یک میلیونیوم ثانیه‌ای که اینشتن حساب کرده رو وقتی اونجا ساعت‌ها رو تغییر هستش، این باعث میشه که ما نویگیترمون در 6 متری مثلا بتونه قشنگ ببینه، اما اگر این نبود شاید 6 مایل این طرف و اون طرف رو نمیدونست کجاش هستیم. درسته. خب بنابراین الان یاد اون نظریه اینشتن میفتیم که میگه که سرعت زمان رو کوتاه میکنه و اگر دیگه اینجا فرضی است، اگر مثلا یک انسانی با چه سرعتی آقای پروفسور از این با یه موشک خیالی فرض میکنیم از زمین حرکت کنه بره بالا، با چه سرعتی این بره بالا و به حساب اون مسافری که توشه دو روز طول بکشه که در کره زمین ما چند سال از همون گذشته؟ خب این محاسبه رو من نکردم که ببینم دو روز دو سال، اما این آزمایش رو کردن. همین میگم آزمایش رو کردن. آزمایش رو کردن. اینشتین این موضوع رو که گفتش در 1915 یک نظریه بود. بله. و بعد یک در قسمت کوانتوم یک نظریه ای رو نوشتش که این در اون موقع ثابت شده بود. صحیح. از لحاظ آزمایش و جایزه نوبلش رو در اون گرفتش، در صورتی که در این کار خیلی خیلی مهمتر بود. بله خیلی. و اینجا موقع سالیان بعد وقتی که هواپیمای بودش 17 تا به نظرم میاد که 17 تا بود، 17 تا ساعت اتمی رو در هواپیما گذاشتن، چون ساعت‌های اتمی خیلی خیلی دقیق هستن. دقیق. بله. 17 تا هم گذاشتن بیرون هواپیما. این هواپیما دور کره زمین گشتش با همین سرعتی که معمولی 600 مایل در ساعت، حالا شو کمتر هم بود اون موقع، حرکت کردش و اینا. بعد وقتی که اومد وایساد، ساعت‌هایی که در درون اون هواپیما بود درست به همون اندازه یک میلیون ثانیه مثلا که اینشتین حساب کرده بود با ساعت 17 تا ساعت اختلاف بیرون داشت. اختلاف پیدا کرد. یعنی اونا دیرتر حرکت کرد، اون داخلی ها عقبتر بودن. چون سن درسته. بله عقبتر بودن. این حالا الان باستی براش فکر بکنم چون من حافظه مغزی کم هستش. آره. حالا حتما دقت نمیخوایم، ما فقط میخوایم این عمل روی انجام میشه. این عمل انجام شده. بله. و ساعت‌ها آدم فکر میکنه که خب چجوری ساعت‌ها میفهمن که در هواپیما دارن با سرعت میرن. بله. اما اصلا زمان عوض زمان میسته. زمان میسته. بله. وقت اینجا اینقدر جاذبه زیاده که از دید ما که نگاه میکنیم وایساده. واسه همینه که تئوری ریلاتیویتی هستش. بله. یعنی این بستگی داره کی نگاه میکنه. اگه در خود اون سفینه بودیم رفته بودیم دیگه. بله. واسه ما چیزی نبودش. خیلی جالب بود، این پاسختونم دقیقا روشن کرد منو. یعنی این واقعا نشون میده، یعنی تئوری، یعنی اینشتین نخست تئوری انجام داد و بعد ثابت شد. همیشه علم پایه، اون که واقعا دنیا رو عوض میکنه، اول از تخیل به وجود میاد، بعد ریاضی رو در تخیل انسان میذاره، بعد از اون نتیجه‌های میگیره و این نتیجه‌ها میشه علمی که بعداً آزمایش میشه و بعداً این چیز میشه، ثابت میشه که هستش. بنابراین این نظریه هاست که علم رو میسازه. واسه همینه که من دنیایی که خرد کار میکنه رو دنیای معنا گفتم، اسمش رو معنوی میتونیم بذاریم، به خاطر اینکه در اون دنیای خرد معناست که کار میکنه. وقت وقتی معنا در داخل این دنیا اومد به وسیله خرد وارد اینجا شد، ما واژه روش میذاریم. درسته. اول معنا هستش بعد واژه به وجود میادش، نه اینکه واژه وجود داره ما حالا بخوایم معنا روش بذاریم. عکسش. بله بسیار جالبه. خب پس من پاسخم رو گرفتم. حالا این آدم ها رو گرفته. حالا این آدم ها که میرن اونجا چجوری قیافشون میشه؟ مثلا فرض کن که وقتی که رسیدن اونجا، چون انقدر این کشش زیاده که حتی اندازه آدم هم که کوچک هستش کشش انقدر فرق میکنه، چون زیاد هستش. بله. مسافت واسش خیلی مهمه. پای شخص شروع میکنه بیشتر کشیدن تا سرش، و این شخص مثل اسپاگتی میشه
و همینجوری کش پیدا میکنه و بعد چه اتفاقی داخل اونجا میفته حرفای دیگه هستش که آره کسی هنوز فقط تئوری این آره دیگه اونا دیگه فقط نظریه هستش. سپاسگزارم، این جالب بود. حالا اگه برگردیم ما به صحبت قبلیمون، اینجا به اینجا رسیده بودیم که گفتیم که چرا این دنیا داره بزرگ میشه. چطور بله چطور میشه که از هیچ، از خلاء کامل آره، یک انفجار عظیم رخ میده و این عالم هستی لایتناهی به معنای واقعی ساخته میشه. چاش. حالا برای اینکه به اون برسیم یک ذره فقط بینندگان رو یادشون بندازیم که بله، چجوری پایه به پایه برسیم به اونجا. یکی اینکه اینجا گفتیم که این دنیایی که داره بزرگ میشه یک انرژی نیروی هستش که از انرژی تاریک یا انرژی ناشناخته به وجود اومده که از این نیروی کشش زیادتره و باعث کشش اینجا میشه. و بعد گفتیم که اگر سنگی رو ما بندازیم روی هوا، مثلا روی اینجا، میبینیم که این سنگ بر میگرده دوباره روی زمین. این هم اینجا نشون دهنده، در قسمت چپ نشون دهنده فوتون هستش که این فوتونی که با سرعت نور داره حرکت میکنه، این در داخل هستی ماست که سرعتش ثابت هستش. نظریه من اینه که در خارج از اینجا وقتی نور که میره بالا و بعد میاد پایین، این سرعتش از این سرعتی که سرعت نور هستش بیشتره، در بعد چهار، در بعد چهار سرعتش زیادتره. بله. اما چون نیروی در جهت این دنیا بهش اثر نمیکنه، نیرویی که عمل میکنه نیروی کشش عمود بر این دنیا هستش، عمود بر این خط سبز هستش، بنابراین این سرعت در جهت این خط سبز ثابت میمونه. چون اگر شما سنگی رو پرتاب بکنین، خیلی واضحه که این سنگ سرعت بالاش بله اول زیاده، بعد به صفر میرسه، بعد برمیگرده زیاد میشه. اما سرعت افقیش ثابته، برای که هیچ نیرویی روش اثر نمیذاره. درست. اینجا هم همین اتفاق میفته. بنابراین سرعت نور در دنیای ما، در دنیای سبودی ما ثابت هستش، اما این نور میخواد فرار بکنه ولی نمیتونه، برای اینکه سرعت کافی نداره. و پس بنابراین سرعتی که باید داشته باشه سرعتی هستش که بتونه از جو این چیز قدرت کشش خارج بشه. بله. مثل سفینه‌ای که میفرستیم. بله. و بعد وقتی که خارج شد اون موقع اون سرعت زیاد رو در اونجا خواهد داشت. پس بنابراین در اینجا گفتم که در این بعد چهار که بعد خرد اسمشو گذاشتیم، سرعت ها حداقل سرعت نور هستش. بله. حالا جناب پروفسور، نمیدونم حرفتون رو قطع کردم. من خواهش میکنم. این من در یک کتابی خوندم که اگر انسان یا هر شیئی یا هر جرمی با سرعت نور حرکت کنه تبدیل به نور میشه خودش. ببین هیچ، آره هیچ، به این صورت میتونیم بگیم که هیچ چیزی به سرعت نور نمیتونه برسه مگر اینکه فوتون باشه. بله. اما اگر همچین چیزی که قابل درست شدن نیستش، برای اینکه اگر همچین سفینه ساخته بشه، قانون اینشتین نشون میده که بایستی جرمش بی نهایت بشه. بله. و این همچین وجودی نداره. و فرق میکنه در خلاء یا در جو؟ هیچ فرقی نمیکنه. این سرعت در جو سرعت نمیتونه اونجوری بگیره، برای اینکه جو این رو جلوگیری میکنه. اما در خلا چندانی فکر نمیکنم داشته باشه رو سرعت نور. سرعت نور داریم. بله. سرعت نور در خلا 300,000 کیلومتر در ثانیه. بعد وقتی که میاد در جو زمین یک بسیار کم عوض میشه. و اگه مثلا در داخل آب بره، اینجا هوا هستش، دوباره کمتر میشه. در داخل جای دیگه خب من دیدم مثلا یه قاشق در لیوانی گذاشته میشه، به بس که این دسته قاشق وارد لیوان میشه میشکنه تصویر. بله بله. اون شکست نور. بله. اون وقت راجع به فوتون صحبت نمیشه، به صورت نور رو به صورت تصویر چیز میبینیم، موج میبینیم. موج. آره، چون
اینشتن نشون داد که در فوتو الکتریسیته که نور فقط موج نیستش، انرژی های هستش که اسمشو گذاشت کوانتا، یا قبلا گذاشت کوانتوم، کوانتا، و اینها اینها حرکت میکنن در داخل سیم، اینها هستن که حالا اینجاست که باید بریم به کوانتوم مکانیک. خوب. الان اگه من بگم، نه الان نگیرم، چون با اگر آزمایش نشده باشه به صورت موج حرکت میکنه، اما به محض اینکه آزمایش شد که آیا کجا هستش، این خودش رو به صورت ماده نشون میده. این بعدن یک خصوصیت کوانتوم مکانیکی که صحبتش میکنه. اینو امیدوارم که دیگه هفته آینده حتما از کوانتوم مکانیک شروع بکنیم. حالا بعد برمیگردیم به اینجا و میبینیم که وقتی که این رو گفتم، این بعد چهار خرد خواهد بود و مغز ما در این فضای سه‌بعدی، این خط سبزی هستش که اینجا کشیده شده. حالا بنابراین اینجا شروع میشه که گفتگو راجع به خرد و مغز. بله. چون این دوتا رو در به نظریه من کاملا باید شناخت حسابی. دو تا چیز مختلف هستش. و اینجا من یک چیز رو، گرافی رو نشون میدم که یک وقت دانش رو مردم به صورت سطحی یاد میگیرند، این رو در مغز یاد میگیرند. این سطحی که میگم همون سطح سبودی هستش که درش مغز هستش، و این رو درش تفکر نمی کنن. وقتی که تفکر نمی کنن، اون چیزی رو که یاد میگیرن فقط همون چیز رو میتونن پس بدن، مثل یک کامپیوتر. اما چون تفکر نکردن، سوالی براشون پیش نمیاد. بنابراین اینها یک قسمتی دارن که این قسمت رو دانش اکتسابی یا دانش سطحی من اسم رو گذاشتم. بالاتر از این همه چی براشون تاریکه، چون هیچ چیزی وجود نداره که راجبش سوال بکنن. بخش سرخ بخش اون دانشه، این بخش سرخ بخش دانششونه. بله. اینم سن شخصه که خب هرچی زیادتر میشه اطلاعاتش زیادتر میشه. این دانش همون اطلاعات هستش در حقیقت. بله. که در مغز میسپارن. حالا اگر ما بریم به این سلاید بعدی، در اینجا من نشون میدم که کسایی که یک چیزی رو یا خودشون با فکر خودشون به وجود بیارن یا میخونن و اینقدر در این دریای دانش عوض این که به صورت سطحی شنا بکنن، میرن به عمق بشن. میرن اینها براشون هر جوابی که پیدا میشه براشون دو تا در سوال دیگه حداقل باز بشه. یعنی برای هر جواب میشه دو تا سوال، برای دو تا جواب میشه چهار تا سوال. بله. بنابراین تعداد سوالاشون نسبت به فهمیدنشون خیلی زیادتر به صورت تصاعد هندسی، میره بالا. اون وقت بستگی داره به اشخاص. یک کسایی هستن که خب یک سوال و یک چیزی رو که میفهمن یهو 10 تا در براشون باز بشه، 10 تا سوال براشون میاد. این رو من اینجا به صورت بینش گذاشتم. بینش اسمشو گذاشتم چون ما در ایران فارس پارسی این لغت ها رو داریم، دانش داریم، بینش داریم و ستایش داریم و نیایش داریم. اینا رو یه ذره بیشتر چیز بکنیم. این قسمتی که آبی هستش، اینو من گذاشتم بینش شخص، برای اینکه این قسمت روشن هستش. یعنی مثل اینکه یه شخصی هستش که این شخص وقتی یه اتاق تاریک باشه چیزی رو نبینه، سوالی نداره راجبش. درست. وقتی اون قسمت روشن بشه میگه آن حالا این چیه، میشه تلویزیون مثلا. پس بنابراین بینشی پیدا میکنه. این بینش رو راجب آینده هستش که هنوز ما راجبش نمیدونیم، یه سوالاتی میکنه و این شخص میشه پژوهشگر، چون این سوالات رو پیدا میکنه و دنبالش میگرده که جوابها رو بگیره. خب جناب پروفسور، ممکنه یه نفر بدون اون آگاهی قرمز هیچ بی سواد باشه بدون اون، و بعد خودش به صورت ارثی و ژنتیک یه بینش هایی داشته باشه
و یه تصوراتی بره و درست بره. من ژنتیک اسمش رو نمیذارم، برای که ژنتیک مخصوص مغزه. مغز هم بینش نداره، بینش اطلاعات. مغز اطلاعات، بینش یعنی که بتونه آینده نگری بکنه. بله. خب یه آدم بی سواد، مطلق بی سواد، نمیتونه آینده نگری کنه. چرا؟ برای اینکه اگر این آدم بشینه در تخت خواب خودش، خونه خودش، هر دفعه که میشینه بله. از خودش سوال بکنه که مثلا باد چرا به وجود میاد، بعد روش بله. اندیشه بکنه، خودش به نتایج میرسه که این نتایج خیلی خیلی مهمتر از اینه که بره کتاب رو بخونه و بفهمه چی هستش. یا اون کشاورزی که دانه میکاره و دانه سبز میشه و میاد بالا، تجربه هر سالشه، اون ممکنه تصوراتی در اون چیز داشته باشه که آدم با دانش نداشته باشه. بله. بنابراین خرد فهمیدگی به سواد نیستش. بله. ولی به بینش مربوط. به بینش مربوطه. یعنی بایستی که یک اتاقی که برای بقیه تاریک هستش برای این روشن بشه، مثلا بگه که این دانه چجوری این آب رو جذب میکنه و این چیزها رو ببینه و بعد سوزیر سوال ببره. بله. و اون وقت این بالای بالا شروع که اینجا هستش، این قسمتی که الان نشون میدیم با دو تا خط آبی اینجا هستش، این بالا رو من اسمش رو میذارم آسمان خرد. و هر کدوم از ماها یک آسمان خردی داریم بس. که بالاتر از اون دیگه تاریکی هستش. یعنی اون از اون به بالا نمیتونیم ببینیم. بنابراین اگر من مثلا آفریدگاری رو مثلا بخوام در نظر بگیرم، این آفریدگار از آسمان خرد من بالاتر نمیتونه باشه، چون من بالاتر از اون چیزی رو نمیبینم که بگم که بیشتر میدونه. چه چیزی رو بیشتر میدونه؟ بنابراین هر کسی آسمان خردی برای خودش داره و همین آسمان خرد خدای شخصه. و همیشه میگیم خدای من. حالا خدای من اون خردی هستش که من بهش رسیدم. من بعضی وقتا بیشتر در آغاز برنامه میگم به نام خدای ایران، بعد به من خورده میگیرن، میگن مگه چند تا خدا داریم؟ میگن آقا خدا ممکنه یکی باشه، اصلا یه شعور ابدی باشه، ولی اون این شعور که ایرانی تشخیص داده و در خرد و بینشش دیده فرق داره با اون که عربی دیده. بله کاملا. اصلا مقایسه نمیشه کرد. فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد، یعنی بالاترین چیز خداوند، یعنی اون کسی که بالاترین هستش، بیشترین رو داره. همین دلیلم یک از آن برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی اندیشه که همین آسمان خردش باشه، از این برتر نمیره دیگه. بسیار این خیلی قشنگه. اما الله رو که به در نظر بگیریم، بله. تعریفایی که شده اصلا به اون صورت قابل قبول نیستش. شاید از منم شروع کنن خورد ایراد گرفتن، اما خب اشکال نداره، حقیقت باید گفته بشه. حالا اینجا من دوباره اینو نشون دادم که پس سن انسان که میگذره در یک سنهای کم، بله. آدم هیچ وقت هنوز خردش رو نتونسته به کار ببره، چون همیشه چیزها رو میپرسه، چیزهایی که با چشم بصره، چشم عنصری میبینه، میپرسه و میگه اون چی هستش، این چی هستش، و اینا رو در حافظه مغزش باقی میذاره. در یک سنی که شاید مثلا روانشناسا بگن 8 سالگی، در این موقع هستش که سوالایی میکنه که این سوالا فقط با چشم و گوش بصری به با عنصری دیده نمیشه، سوالای ورا از اون هستش. اینجاست که این سوالا نشون میده که خردش شروع به کار کرده. و این 8 سالگی به بعد میبینیم که اون همون تصاعدی که گفتین، اون آبیه شروع میکنه از قرمزه سریعتر بالا رفتن و این بینشش زیادتر میشه. حالا یه خوبی که داره اینه که مثلا اگه من اسلاید قبلی رو نشون بدم، شما اینجا که میبینیم میبینه این شخصی که بینشش خیلی زیاده، و یعنی این که میدونه که چقدر نمیدونه. بینش یعنی دانستن این که چقدر نمیدانم. فردوسی میگه دیگه بر. تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم این که نادانم. این واقعا در برسه نادانسته های جهان دانش های ما چیزی نیست. هیچ. این دانستنی که
بدونه چقدر نمیدونه، چون همیشه به فکر این ندونستنی هاش هستش و اون چیزهایی رو که در کتاب خونده و یا گرفته از که جاهای دیگه خیلی کمتر هستش، بنابراین یک افتادگی رو براش بیاره که در فرهنگ ایران اومده. این شخص افتاده میشه. اما شخصی رو که در قبل نشون دادم که مثلا هر چی که کسب کرده پدر و مادر بهش گفتن، جامعه بهش گفته همچین چیزی هستش، همچین کسی خواهد اومد، همچین اتفاقی در این ایمان اتفاق میفته و همه اینا رو حفظ کرده، این شخص چون فقط میدونه که چی میدونه اما نمیدونه چی نمیدونه، آدمی هستش که خیلی غرور میگیرتش. چون به چیزش خب من با اجازه شما جناب پروفسور بگم آگهی بخش بشه، استراحتی شما بکنید. دوست عزیزم آقای مهندس سپهر، لطف کنید آگهی پخش بکنید، بعد برمیگردیم در پیشگاه آقای پروفسور مرتضی ابیان هست. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. خب جناب پروفسور، ما در خدمتتون هستیم و دنباله بحث شیرین خودتون رو با همه دشواری و سختی و پیچیدگی با زبان ساده دنبال بفرمایید. من دوباره برمیگردم به یه اسلایدی که قبلا نشون دادم که این جهان هستی ما هستش، این خطی که سبزی که گذاشته شده، این فضای سبودی هستش و مغز انسان و حیوان در اینجا هستش و خارج از اینجا نیستش. و چجوری ما میتونیم این دنیای هستی رو بشناسیم؟ به خاطر اینکه ما در بعد 4 هستیم و در این بعد 4 میتونیم که احاطه بکنیم این جهان هستی رو. جهان هستی در تحت اختیار ما هستش. ما به عنوان حیوان تحت اختیار نیچر هستیم، جهان هستی هستیم، اما به عنوان خرد جهان هستی در اختیار ما هستش. اون وقت اینجا من به عنوان به حالت زرد در این قسمت یک مثلثی هستش که نشون دادم که این خرد انسانی رو نشون میده، خرد شخصی. البته خیلی خیلی بزرگش کردم که اینجا دیده بشه، چون نسبت به این خردی که در اینجا هستش و خرد اولیه‌ای که باعث شده که این دنیا به وجود بیاد، این خیلی ناچیزه. اما برای اینکه دیده بشه اینجا به صورت زرد نشون دادم و این رو به یک صورت دیگه در اسلاید اینجا من نشون میدم. این قسمت قرمز رو که اگه نگاه بکنین،
این همون سطح این نه این قسمت قرمز سطح سبودی هستش. صحیح. یعنی این همون سطح بیگ بنگ هستش که داره بزرگ میشه در جهت این بردار سیاهی که الان اینجا نشون میدم وسط قرار داره، در این جهت داره دنیا بزرگ میشه. خب پس این سطح سبودی هستش. این رو دریای دانش گذاشتم، اینجا رو گذاشتم گذشته، به خاطر اینکه این سطح سبودی از اونجا گذشته. بله. پس اون میشه گذشته ما. در اینجا آینده ما هستش و خود این قرمزه زمان حاله، چون در اینجا ما الان بیگ بنگ داره بزرگ میشه. خب حالا این الان دارید به اون پرسش من پاسخ میدید که چگونه از هیچ بیگ بنگ داریم نزدیک میشیم. این دریای دانش یک سطحی داره که میبینید سطحش در جهان سبودی هستش. بله. و هرچه یادگیری که به وسیله مغز باشه، شنا کردن در سطح دریای دانش هستش. ولی بله. اگر انسان بخوادش که مثلا بفهمی که ابو ریحان بیرونی چی گفته، در زمان قبل ابو ریحان بیرونی فرمولی رو که داده، باید شیرجه بره توی این دریای دانش بگذشته. بشه ابو ریحان بیرونی. بله. تفکرات و تجسماتش رو بگیره و ببینی که آهان چرا به این نتیجه رسیدش، چرا این فرمول نوشته شد. و اون موقع هستش که با این شیرجه رفتنا در دریای دانش میتونه که بینش خودش رو که این هرم باشه، این بنفشه باشه، این رو به وجود بیاره. اینجا به خاطر اینکه خارج از اینجا سیاه هستش، اینجایی که روشنه اسمش من گفتم آفتاب بینش. این آفتاب بینشه که بینش شخص رو روشن میکنه که بدونه چه چیزهایی وجود داره که راجبش سوال بکنه. خب بله. پس آینده نگری هم هستش، چون در آینده قرار داره. حالا من یک بزرگ ایرانی تعریفی کرده که همینجوری که این سلاید هستش، من این رو بهترین تعریف برای خرد پیدا کردم. میگه که اگر خرد زبان داشت، به این صورت میگفت که زبان خرد میگوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه. درست. از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب بینش و دریای دانش. یعنی خرد مجموعه این دریای دانش و آفتاب بینش هستش. بله. و بعد میگه که از یمن تربیت من عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت. یعنی که افلاک دیگه تحت اختیارش قرار گرفت. این یکی از بهترین تعریف هایی هستش که من در تعریف دیگه هم هست. میگه پروردگارا آن را که خرد دادی چه ندادی، و آن را که خرد ندادی چه دادی. خب بعد حالا میایم اینجا سوال شما. چگونه از هیچ؟ بله. چگونه این هیچ؟ شما میگید خلع بوده دیگه، هیچ بوده. بله. این خلع اصلا هیچ نبوده. بله دیگه هیچ. این انفجار عظیم رخ داد به نام بیگ بنگ و جهان هستی با این عظمت و لایتناهی بودن پدید اومد. چطور میشه هیچ این چیز رو پدید اومد؟ این سوالی هستش که دانشمندا خیلی توش موندن. بله. و نظریه های میدن اینا، و من هم به عنوان یکی از اونها یک نظریه ای دارم که بله. برای من و به تجسم ایرانی ما و اون فکری که داریم خیلی میخوره. این یاد شعر سعدی شما رو ول نمیکنیم. یاد شعر سعدی گفتم که میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد خجل شد چه دریا پهنای دریا. حالا ما بذاریم در نظر بگیریم که این فضایی که اینجا هستش، این فضا فضای دو بعدی باشه که آبی نشون داده میشه. بله. این موجایی که این قبلا گفته بودیم، این موجایی که اگر یک دونه قطره باران از بالا بچکه موج رو به وجود میاره، این موجا که باز میشه، این موج در زمانهای گوناگون نشون دهنده این دنیای یک بعدی هستش.
چون این فضا دو بعدی هستش، سطحه، بله. این محیط دایره میشه، یک بعدی هستش که داره بزرگ میشه. و انرژیش از کجا میاد؟ این سطح اگه باشه، مثل سطح دریا باشه، بله. این قطره بارانی که میفته پایین از بعد 3 داره میاد پایین. درست. پس قطره باران از بعد 3 میاد، اما کسایی که روی این موج سوار هستن که آدم های یک بعدی باشن، اصلا خبر ندارن که چجوری این موج درست شد، از کجا انرژیش اومد، چون بله. از جایی میاد که اینها سرشون هم نمیتونم بلند کنم بفهمه که همچین جایی وجود داره. درست. درسته. حالا ما میاییم برای اینکه این رو نشون بدیم در دنیای خودمون، ما میدونیم که این موجی که ما روش حرکت میکنیم دنیای سه بعدی هستش، پس باید دو بعد به اون اضافه کنیم. پس به این فضایی که اینجا هستش، این دریایی که اینجا هستش، این رو میگیم چهار بعدی، چون دوباره دو بعد باید بهش اضافه کنیم. بله. قطره باران که از بعد 3 میاد میشه بعد 5 میاد. بعد 6 بعد بشه. 5 بعد بعد بذاریم. برای اینکه الان 5 بعد. الان 5 بعد بذاریم. ببینید، یکی این که بعد 1 میشه بعد 3، چون این بعدی که ما وجود داریم توش 3 بعدی هستش، داره بزرگ میشه. بعد 4 اون دنیای خرد هستش که در اون این امواج به وجود اومده و این 4 بعدی میشه. من اینجا اینو نشون میدم. این دنیای خرد دنیای چهار بعدی میشه. این دنیای ماده که دنیای ما هستش که روی این موج هستی میشه دنیای سه بعدی. و بیگ بنگ ما برای به وجود اومدنش انرژی رو بایستی از کجا بگیره؟ از اون قطره بارانی که میشه که از دنیای پنج بعد پنجم. یعنی درسته که ما نمیبینیم این انرژی از کجا میاد، چون ما نمیتونیم به بعد بالاتر، چون ما ماده هستیم، بله، و پرس شده درک کنی به اونجا نمیتونی برسی، به اونجا درک نمیتونی برسی. اما از هیچ نبوده، هیچ در این دنیا به نظر میرسه. صحیح. در دنیایی که بعدهای بالاتر داشته باشه، به جای هیچ میتونی بگیم نامعلوم، از یه انرژی نامعلوم، نامعلومی که در این بعدها وجود نداره. بله. از جای دیگه از بعد بالاتر میاد، از جهان بالاتر میاد. پس بنابراین اینجا یک ذره راجع به جهان‌های دیگه وجود داره که اینجا نشون میده که 100% وجود داره. منظور از جهان‌های دیگه یعنی جهان‌هایی که زندگی در اینجا هست. نه، حالا به اون میرسیم. نه، این به طور کلی جهان‌های دیگه هست. خب این که بله، مسلمه. این مسلمه. حالا بعد اینجا آیا جهان‌های دیگه هستش که با فیزیک دیگه مثلا کار بکنه؟ حالا اینجا من دوباره آن بذاری اینجا اینو نشون بدم. اول اینجا برای اینکه بینندگان گرامی بفهمن که این منظور چی هستش، این فضای این سطح سه بعدی که من اینجا گذاشتم، یکی با قرمز یکی با سبز، همین موجی هستش که داره حرکت میکنه. این حرکت سطح سه بعدی قرمز به طرف سبز مثلا این موجه هستش که از اینجا داره به اینجا میره. این واضح هستش دیگه. بله بله بله. اون وقت حالا در اینجا میگیم که این قطره باران حتما نبایسته که یه دفعه افتاده باشه روی دریای چهار بعدی، ممکنه یه موقع دیگه هم افتاده باشه. حالا مال ما مثلا میگیم که 13.7 بیلیون سال پیش درست شده، درست شده. اما اینجا من یکی دیگر رو نشون میدم که در این جا که یک بیگ بنگ دیگه هستش که امکان داره که 157 بیلیون سال پیش. پس بوده. یه بیگ بنگ نبوده. من نظریم اینه که بوده بیگ بنگ های مختلف بوده. بله. و این بیگ بنگ ها زمان های هر کسی زمان خودشو داره. میگه مثلا زمانی که زمان پیدایش کر پیدا کرد 13.7 بیلیون. بعد اونی که در این دنیا روی این موج حرکت میکنه میگه نه، زمان ما از 157 بیلیون سال پیش به وجود اومد. در حقیقت کسی که میدونه که این کی به وجود اومد، این کی به وجود اومد، نه زمان تی هستش که تیشون صفر اینجا صفر گذاشتم، نه تی وان هستش، یه تی بزرگ گذاشتم، و اینها ساکنین اینجا که البته ساکنین
اینجوری نیستن، ساکنین جور اصلا فرضی هستش، ما نمیدونیم چی هستن، انرژی هستن، حداقل انرژی هستن که سرعتش از سرعت نور بیشتره. بله. وقت این ساکنین اینجا میدونن که این در چه موقع به جمعه اومد و اونا یک زمانی رو برای خودشون دارن. واسه همینه که گفتم این زمان زمان تخیلی هستش، قبلا من اینو نشون دادم. بله. بعد اگه اجازه بدین ما هنوز این رو بریم به این قسمت که این مورد که الان گفتی درست مربوط به اون پرسش من میشه که دنیاهای دیگری هم هستن که قواعد تازه‌ای دارن. آره. این دنیا رو بهش میگیم پارالل ورلد یا دنیاهای موازی. منظور نیست که به موازات هم دیگه حتما باید باشن، اینجوری به موازات هم دیگه باشن، منظور اینه که با این دنیا اونها هم دارن ادامه میدن، یعنی به موازاتی که ما زندگی میکنیم اونم دارن زندگی میکنن. بله. اون وقت مثلا این دنیایی که 15 میلیون سال پیش مثلا به وجود اومده، این دنیایی که 157 میلیون سال پیش به وجود اومده اینجا نشون داره. حالا قوانین فیزیکشون قرار نیستش به هم باشه، چون بستگی داره که این قطره بارانی که میفته با داره. چه قدرتی افتاده، داره چه ویژگی هایی داشت، مثل اینکه مثلا اینجا سونامی به وجود بیاره یه شب مثلا فقط یک، پس بنابراین قوانینش امکان داره که کاملا هم فرق بکنه. حالا ما میخواییم برگردیم هفته دیگه چون وقت زیادی نداریم، فکر میکنیم که اجازه هستش که بریم توی قسمت کوانتوم. تمام شده این بعد این بحث رو گمون کنم تا اینجا. یه نکته فقط من بگم، این است که در یه جایی من خوندم که بمب اتم، این که انفجار اتمی میشه، این زمانی که میخواد عمل کنه یک اتم به وسیله اتم‌های دیگر بمباران میشن تا یه دونه از اینها انفجار در درون اون هسته اون بمب مورد نظر ایجاد کنه بیاد. آیا این حملات اتم‌های در درون بمب اتم تقریبا آدم رو یاد این قطرات باران که میفته تا یکیشون یکو میشه بیگ بنگ نیست؟ من فکر شبیه کنم شبیه نیست. ببینید هر یه قطره ایش شبیه به یک دونه از اون اتم اتم ها که مثلا اونجا رو چیز بکنه. بله. فقط فرقش اینه که این از یک دنیای دیگه میاد. بله. اما اون اتم از همون اشل کوچیک دارم میگم. بله. از همون دنیای خودش هستش. بله. اما اینی که گفتین کاملا درسته، به خاطر اینکه بمب اتم به این حالت هستش که برای اینکه انرژی اتم رو رها کنه، رها بکنه، بایستی با سرعتی بره که الکترون ها رو رد بکنه و بخوره به اون نیوترون و بعد با این عمل انرژی که به وجود میاد، مثلا دو جور بمب اتم هستش، یکی بمب اتمی هستش که میشه بگم بمب اتم هیدروژنی و یکی هم بمب اتمی که هستش که هات فیوژن یا فیوژن هستش که اتفاق بیفته و در اینجا ماده در بمب هیدروژنی یک ماده به یک ماده دیگه تبدیل میشه، هیدروژن تبدیل میشه به اون ماده دوم که از حافظم پرید، همه اینو میدونن اون چیزی که دو تا هیلیوم. بله بله، دستتون درد نکنه، به هیلیوم تبدیل میشه. ببینید اتاق فرمانمون تو بحث هست. بله، اتاق فرمان، این مغز وقتی که حافظش رو خراب میشه اینا بد جوری میشه. بله. اما خرد کار که بکنه هیچ اشکالی نداره. حالا بعد ما اومدیم میخوایم بریم ببینیم که حالا دنیای کوچیک چیه. قبل از اینکه اون وقت دنیای کوچیک رو بگیم، میگیم که دنیای نیوتن، فیزیک نیوتنی چی هستش. بله. ما مکانیک نیوتنی داریم، مکانیکی که اینشتین آورده با نسبیت. بله. و کوانتوم داریم. مکانیک نیوتنی در بین اینا قرار میگیره. یعنی اون چیزایی که ما میتونیم ببینیم اینا رو با فرمولای نیوتن همش جواب قشنگ داده میشه و احتیاج نیستش که به اون دقت دیگه چیز بکنیم، چون اینقدر اجسام بزرگ هستش و اینا که به اون دقت احتیاج نیستش، سرعت ها خیلی کمه. اما مکانیک کوانتوم که میره خیلی پایین، این رو برای که بیننده ها یادشون باشه گفتیم که برای اینکه برسیم به کوانتوم اینجا ما
چیز رو داریم، کهکشان خودمون رو نشون دادیم که چقدر بزرگه و در این کهکشان خورشید ما اصلا دیده نمیشه. بعد خورشید خودمون رو نگاه کردیم، دیدیم که زمین با خورشید خیلی کوچیکی هستش. بعد من ابیانه رو نشون دادم که زادگاه و من پدرم هست، پدری هستش. اینجا این ابیانه اینقدر کوچیکه که اگر یک قسمتش رو ببینین، من عکس خودم اینجا گذاشتم روی یک دونه این پشت بونا، خیلی کوچیک هستش که اینجا وایسادم، نشون میده که چقدر من کوچیکم و مثلا چقدر مغز من کوچیکه. اون همون شعر جهان در ساعت نه تاق میناسد. من سپاسگزارم جناب پروفسور، چون وقت ما در اینجا تمام شده. اتاق فرمانم اعلان میکنه چاش. بنابراین بحث شیرین فیزیک کوانتوم در هفته آینده روز سه‌شنبه دنبال میشه و ببینید در دنیای کوچک ما چه آفتاب ها و چه جهان ها و چه کرات و چه قواعدی هست که ما کوچکترین اطلاعاتی ازش یا نداشتیم یا اگر داشتیم بسیار ناقص. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب پروفسور، از مهندس سپه در اتاق فرمان و از شما بینندگان ارجمند که زمانی از وقت خودتون رو به این بحث بسیار بسیار پیچیده و در عین حال شیرین که فقط دیگه از این ساده تر نمیتونست آقای پروفسور ابیانه بگه. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.